اکنون یک رو زندگی. د لوی او بخون کې څښتن تعالی په سپیشل نامه قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکه هیلې مې منئ. هیله ده چې روغ جوړ او رمټ اوسئ او د یک روز زندگی خبرونه هم البته ووینې او تر پای د خبرونه له موږ سره اوسئ. دوستانو د یک روز زندگی خبرونه ده، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ کې موږ په دې خبرونه کې تاسو ته د یو کس د یوې ورځې ژوند ښکاره کوو او هغه کس په موږ سره دلته په خبرونه کې وي او د شخصي ژوند په اړه له هغوی څخه اورو. نن ورځ هم له موږ سره به البته یو میلمه وي په خبرونه کې، او دا چې دا میلمه څوک دی په ګډه سره ځو په انځورونو کې وینو او بیرته راګرځو. له موږ سره پاتې شئ او هیله دې نه وي چې دا خبرونه ځانګړې شوې ده د روزې مبارکې میاشتې ته. نو د تاسو نه هم غواړم چې تر پایه د خبرونې له موږ سره اوسئ. سیار هر جمعه هر جایی میگن الحمدلله بیشتر میکنم با قدس و با قدس که در حضور دارن. استاد امان الله احمدی هغه اسلامی څیره چې د نورو اسلامی شخصیتونو په څنګ کې د اسلام مقدس دین لپاره خدمت کوي. استاد احمدی په ټوله کې یوه بوخته ورځ لري. له سهاره تر ماښامه خپل ایمانی رسالتونه سرته رسوي. استاد امان الله احمدی یو پیژندل شوی څیره ده. زیار باسی ترڅو د اسلام په حق له یې هغه څه چې زده دي په وړیا توګه تر نورو مسلمانانو ور ورسوي او په دې موخه له رسنیو څخه خپل رسالت ترسره کوي. Thank you.
په ټولنیز توګه امان الله احمدی د ټولنې په منځ کې له نیک نوم څخه برخمن دی. له ګاونډیانو او همکارانو سره تل په ویاله ټنډه چلند کوي. د ورځې په اوږدو کې بېلابېلې دندې ترسره کوي. د استاد احمدی دا چارې ټولې د دین لپاره یو لوی خدمت دی. د استاد احمدی په اړه داسې ډیر څه شته چې باید موږ یې تر تاسو در ورسوو، نو تاسې رابلو تر څو په اړه یې د یک روز زندگی په خبرونه کې لا زیات معلومات لاسته راوړئ. دوستانو به هم پخیر راغلی. د یک روز زندگی خبرونه وینئ، او لکه څنګه چې مو په انځورونو کې ولیدل، نن ورځ به له موږ سره په خبرونه کې د شیخ القرآن برکت الله سلیم د دارالقرآن مسؤول ښاغلی استاد قاري امان الله احمدی به له موږ سره په خبرونه کې وي. خو اوس دمه لرو، له دمې وروسته بیرته راګرځو. دوباره خوش آمدین دوستان عزیز، بیننده یک روز زندگی هستین و امروز هم با ما در برنامه مسئول دارالقرآن الحاج شیخ القرآن برکت الله سلیم استاد قاری امان الله احمدی با ما هستن. خوش آمدین استاد، روزتان بخیر. تشکر، زنده باشین. من خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز عرض ادب احترام دارم. با لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد چی میگن دیگه، مو نصیب طالع شما دیگه در روز برابر شدن که قبل از در برنامه قبلی ما چای تلخ می داشتیم در برنامه، ولی متاسفانه امروز نداریم، چون خوشبختانه نداریم، چون ماه مبارک رمضان است و تا عبادت شما هم قبول باشه. ماه مبارک رمضان به شما هم تبریک میگم. زنده باشین. تقبل الله منا و منکم جميعا. باشین. استاد محترم، برنامه یک روز زندگی برنامه است که میچرخه روی یک روز زندگی یک فرد، و امروز تصاویری که دیدیم با هم یک جا از یک روز زندگی شما دیدیم. در مورد زندگی شخصیتان بگوین، اول معرفت از شما می داشته باشیم، در مورد شخص خود شما معلومات بدین با ما. بنده عاجز، اسم امان الله و احمدی تخلص میکنم، مثل که شما منان سادین دوستا کمه بیش که معرفی هستن، مسکونه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا و فلحال سکونت فیلی ما در ناهی افتوم شهر کابل است، منطقه سیرای علاودین. بسیار خوب، بسیار خوب. در مورد تحصیلاتتان؟ مختلف درسای قرآنی البته مختلف خواندیم، تخصص ما در تجوید قرائت است. بسیار خوب. سند قرائت و تجوید در پلی از اینکه همه دوستان میفهمن نسبت ما در قرائت قرآن کریم به شیخ القرآن استاد برکت الله سلیم است که افتخار میکنم که شاگرد از اون هستم. نمیگم که شاگرد لایق، اما نزدیکترین شاگرد استاد هستم. الحمدلله افتخارم است، چرا از دیر زمان است، حتی از طفولیت ما با جناب شیخ القرآن استاد برکت الله سلیم بودیم، درس خواندیم قرآن کریم، قرائت، تجوید، حفظ، درس ها رو پیش از اون فرا گرفتیم.
به این لحاظ در رشته قرائت زیاد دوستان را میشناسند تجوید و قرائت، لیکن در سوی مکتبم ما جای مختلف خوندیم، لیسه غازی که سابق به نام لیسه شیرشاه سوری یاد میشد. قبل از او از ابتدایه برتون یاد کنم که لیسه بهرام الدین شهید میگفتند، حالا فکر میکنم به نام امیر دوست محمد خان یاد میشه، در منطقه نواباد دهمزنگ رو برای باغ وحش کابل ابتدایی است. بعد از او باز لیسه غازی رفتیم صنف هفت، از اونجا تا هفته در اونجا درس خوانیم. باز نسبت مشکلات و بعضی جنجالایی که پیش آمد انتقال کردیم، درس ها را ادامه دادیم در لیسه حبیبیه. از حبیبیه فارغ هستم و از پانزه ادبیات دیپارتمنت عربی پانتون کابل فارغ هستم. تخصص ما زبان عربی است الحمدلله. و درس های قرآنی را سابق علاقمند بودیم، قرائت تجوید الحمدلله، حفظ قرآن کریم که قرآن حفظ دارم الحمدلله، و خوشبختانه بدون مبالغه دوستا معرفت دارن. ما اکثر در برنامه شما لطف کردین، حسن نظرتون بود، ما زیادتر در برنامه نمیخوایم درباره خود صحبت کنیم، چون قرآن نهی میکنه فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، لیکن حالا شما چون خواستین مجبور شدیم مجبورن و هدف مویی است استاد محترم که حداقل الگو شوین برای کسایی که انگیزه ندارن به خاطر پیشرفت. هدف مویی است اشخاص نخبه، اشخاص که معروف هستن در جامعه ما، افتخار ما هستن، اونا را دعوت کنیم به برنامه. الله شما را اجر بده، جا داره که از شما مظهر سپاس و امتنان کنیم. واقعا ابتکار کردین در لیست امو شخصیت های نخبه کشور که حسن نظرتان است و کوچک نوازی کردین. من از صمیم قلب از شما اظهار سپاس و امتنان میکنم. الله هم بالای ما لطف کرده. حالا جایش است امو آیت قرآن کریم است که و اما به نعمت ربی که فحدث، اما نعمت رب پروردگار که بالای شده به او سخن بگو. خطابش به پیامبر است اما حکمش عام است. الله بالای ما فضل احسان کرد، ما در مدت تقریبا 8 ماه با حفظ قرآن، حفظ قرآن کریم گردان همه، و الحمدلله تونستیم قرآن کریم حفظ کنم در 8 ماه. بله ماشاءالله، قرائت و تجوید فرا گرفتیم و حتی قرائات صبر هم که فی الحال الحمدلله ما هفته یک روز روزای پنجشنبه درس قرائات صبر داریم و مدرسین حلقات قرآن کریم از شهر کابل، جای مختلف، حتی از ولسوالی ها ولایت نزدیک کابل هفته یک روز قاری صاحبای ما میان درس قرائت صبر داشتیم. اگر در پالوی ای که درس های خصوصی داشتیم، سند تجوید و قرائت از مسجد نبوی صلی الله علیه وسلم از مدینه منوره هم حاصل کردیم. ماشاءالله ماشاءالله. وقتی شما این هدف را به خود انتخاب کردین که روز باید پیش برین در این بخش، دشواری های بسیار سخته که شما در پیش رو داشتین، کدام مشکلات بوده؟ با شما معلوم است که اما چیزی که انسان مرغوبش است، رغبت داره که را حاصل کنه، مطلوب است، در طلبش است، این دیگه با آسانی هم حاصل نمیشه. دقیقاً انسان باید سعی کنه، تلاش کنه. هنوز هم چیزی را که من میخواهم که به دست بیارم و حاصل کنم، من هنوز هم خودم کامیاب فکر نمی کنم. چرا؟ در حدیث هم میگه لا یشبع المؤمن من خیر یسمعه حتی یکون منتهاه الجنه. مؤمن هیچگاه از کار خیر سیر نمیشه تا که منتهای امرش جنت باشه. خوشحالم هستم به اینکه هنوزم حرص دارم، علاقه دارم، هنوزم میخوایم که شاگرد باشم، بیاموزم. خب در ابتدا براسی هم بسیار مشکلات بود. زمانی یادم میاد که امکاناتی که امروز فراهم است، خصوصا ما میبینیم که قاری صاحبای ما درس میخوانن، شما میبینین که از طریق اینترنت در موبایلشان مصاحف است، حتی میتونن در موبایلشان مکتبه یا کتابخانه بزرگی باشه که همه کتابای تجوید علوم دینی را حاصل کنه. اما اون زمان ما یادم میاد در زمانی که ما درس میخواندیم، ما در پالیزی که تجوید قرائت خواندیم، اون زمان ما درسای خصوصی هم در جای مختلف خواندیم، کتابای فقهی را هیچ از یادم نمیره که اولین کتاب بعد از اینکه مروج بود در مساجد بعد از قرآن کریم ختم میشد، 5 کتاب خود حافظ میخوندن. خب لیکن من مستقیم بعد از اینکه قرآن خواندم کتاب قدوری را خواندم و کتاب کنز
کنز دقایق در فقه حنفی است. من تایره متن کنز حفظ کرده بودم در اون زمان، بسیار از متون مختصر است معتبره در فقه حنفی، چون ما مپول از ایره نداشتم که کتاب بخرم. کتابی که هر کتاب رو میخوندیم، کتاب دیگه که میرسیم استاد میگفت که کتاب پیدا کنین. من اقتصادم ضعیف بود در اون زمان، پدرم در یکی از شفاخانه های شهر کابل، شفاخانه علی آباد که زمان در منطقه کارتی سخی بود، اونجا به حیث تحویل دار بودن، ماشون به او اندازه نبود که کفایت فامیل ما را کند، تعداد زیاد بود برادر و خواهر الحمدلله، لیکن علاقمند بودم که هر قسم میشد ما باید امو کتابایی که مورد ضرورت بود را حاصل کنم. هیچ از یادم نمیره که میرفتم کتابا را قرض میکردم، قرض میگرفتم، باز پدرم میفتم که وقتی که ماش گرفتی باز از فلان شخص ما قرض گرفتیم که اون کتاب را باید ادا کنیم. دیگه ایتو روزا رو ما بدون شک تیر کردیم. الحمدلله امروز میبینم که من امروز نتیجه شده. بله دقیقاً استاد محترم، قبلا یادآوری کردین که هدفتون وضعیت فعلیتون نبوده، یعنی از این میخواین بیشتر پیشرفت کنین، پس خوب است از اهداف بزرگتون یادآوری کنین. آرزو همو یک حدیث است که رسول الله صلی الله علیه و سلم مستطیل رسم میکشن. بله باز اولین بار علما میگن که اولین بار که رسول الله قلم به دست گرفتن، چون پیامبر امی است، هیچگاه خط نکشیده، مستطیل یک خط میکشه، باز یک خط دیگه از او طویلتر، باز میگه این خط اولی که از این عجل یک شخص است و خط دومی که طویلتر است باز میگه آرزوهایش است، میگه بیچاره خبر نداره که عمرش چقدر است، آرزوهایش چقدر. میره به خاطر گفتم کلمان بسیار آرزوهای زیاده دارم که باید در رشته های مختلف ما تخصص داشته باشم. در پالیزیک پیشتر یاد کردیم شیخ القراء صد برکت الله سلیم الگوی ما در قراءت بودن. من میشه از علمایی که فی الحال زنده هستن، دعا میکنم الله برشون طول عمر نصیب کنه، سرمایه امت مسلم هستن. شیخ یوسف قرداوی یکی از علمای معروف جهان اسلام از کشور مصر هستن، فعلا در قطر زندگی میکنن. وقتی کنو را میشه در برنامه اشریه و الحیا، یک برنامه است از طریق الجزیره نشر میشه، گاهی ما برنامه قرضاوی را که میبینم واقعا یک بحر هستند در علم، یک علامه است. وقتی که از اونها پرسیده میشه در حدیث محدث هستند، در تفسیر مفسر هستند، در حافظ قرآن هستند، تجوید و قرآن در همه علوم ماشاءالله یک معلومات کافی دارن، غبطه میه که ای کاش که ما هم بتانم در آینده بتانم مثل شخصیت های مثل قرضاوی، وهب زویلی قبلا وفات کرد، در فقه مقارن کتابی نشر کرده به نام الفقه الاسلامی و ادلته، به نام عبدالکریم زیدان چند پیش وفات کرده، کتابی به نام اصول دعوت دارن، دوستای ما شاید معرفت داشته باشن، علمای بزرگی که با اونا با آثارشان مستقیما مباشر ندیدیم اما سریق آثار با اونا آشنا شدیم. آرزوی ما ایست که یک وقت بتانم اگر به مو سطح اگر ما بتانیم برسیم. تشکر بسیار زیاد استاد محترم. فعلا وقفه داریم، بعد از وقفه به زندگی شخصیتون میایم، ولی اندک معلومات دارم در مورد زندگی شخصیتون، یکی تحول آمده در یه آخر در زندگی شخصیتون که شما اقدام به ازدواج دوم کردین انشاءالله، در این مورد هم بر ما معلومات میدین، ولی فعلا وقفه داریم دوستان، دوباره برمیگردیم. به هم پخیر اغلی دوستانو، یک روز زندگی وینه او نن روز لموغ سر استاد قری امان الله احمدی پخبرونه که دی مخکمه تستویلی چه موغ ده قری صاحب ده شخصی جوان پاک لدک سمالمات لسر وڑای چه قری صاحب پدی ورستیو که دویم ماده هم کردی نو پاک لی تری او رو. استاد محترم در مورد زندگی شخصی تان بگین، در مورد ای که ازدواج کردین و بعدش هم در مورد ازدواج دومتان. بله الحمدلله، حدیث است مختصر میگم براتون، رسول الله میگه از دنیایتان دو چیز ما خوش کردیم، حب به الی من دنیاکم، اول میگن عطر خوشبویی را، دوم زنها را از دنیا، که زن از بهترین متاع دنیا است، از دنیا متاع و خیر متاع المرأة الصالحة، دنیا متاع بهترین متاعش خانم نیکوکار است. الحمدلله ما از ازدواج اول من راضی هستم، ازدواج تقریبا 10 سال پیش ازدواج کرده بودم، ازدواج اول که پسر دارم،
و سه دختر و ازدواج دوم هم تقریبا فکر میکنم هنوز یک ماه هم دیگه شاید پوره نشده باشه. الحمدلله دو ازدواج شده. بله بسیار خوب بسیار خوب. و سیومش هم در راه است. آها سیومش هم اراده دارین مزاق کردیم. استاد محترم، اولادای شما، پسر شما چقدر علاقمند کارهای شما هستند و اونا چقدر علاقمند هستند یکی در آینده مثل شما شخصی باشند که در جامعه فعالیت های اسلامی داشته باشند؟ پسرم انس، پسر کلان ما است، اونا صنف سوم مکتب است. الحمدلله حالا که شما از او پرسان کنین که نام چیست، میگن قاری انس. و ما هیچ گناه خواستیم که تحمیلی حتمنی باید قاری شد، چون معمول از افغانستان پدر همیشه خواسته تحمیل کنن که من در یک رشته هستم، پسرم هم دامی رشته بیا. اما ما برعکس هیچ گناه خواستیم، خودش به علاقمندی خود میخونه، خوب در غیر از او تحمیل نکردیم. لیکن الحمدلله قرائت میکنه، علاقمند است، تا هنوز حفظ نکرده. خب امیدوار هستم به خیر که حافظ قرآن هم شد، در کالج مکتب هم بخونه، پنتون هم بخونه. آها، یعنی شما اگر اونا انتخاب کردن مشابق شما خود بید. انشاءالله. بسیار خوب. استاد تعریف شما از زندگی چی است؟ زندگی یکی از وسایل بسیار خوبی است به آخرت. اول خود دنیا رو شما میفهمین که علی رضی الله عنه میگه که اعمل لدنیا که انک تعیش ابدا، میگه به دنیایت قسمی عمل کن گویا میشه زنده هستی، و اعمل لآخرت که انک تمود غدا، با آخرت قسمی کار کن مثل که فردا میمیری. پس دنیا در اصل مضموم نیست، مثل که سوی تفاهم بعضی ها میگن که دنیا ترک دنیا فلانی کرد و بسیار کار نیک کرده. برعکس اکثر دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت انس امی بود که اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. دیگه دنیا اگر واقعا ما از این زندگی که فرصت است، وسیله به آخرت است، استفاده کنیم، دنیا یا در کل زندگی را شما سوال کردین، زندگی محبت است، مهربانی است، عاطفت است. اگر خود ما مثبتگرا باشیم، اگر نه که منفیگرا بودیم، باز این همی زندگی دیگه تلخ است، دنیا جهنم است. اونمو نعمت هایی که الله ارزانی کرده از او انسان نمیتونه درست استفاده کنه. بله استاد، چه چیز شما رو بیشتر آزار میده در زندگیتون؟ همیشه خودم شخصا که احساس میکنم، پیشترم بر شما گفتم، غفلتم. البته حال که کم کم میفهمم که درس خوانده، میگم که ای کاش که در دوران طفولیت بیشتر، در دوران تعلیم وقتی که آموزش میدیدم، درس میخوندم، زیاد تلاش میکردم. چون به شما معلوم است که امت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما و شما کسایی که امتشان هستیم، اول افتخار میکنیم به امت بودنشان، اما عمر کوتاه دارن. به خاطر به امت رسول هستم لیلة القدر، در شبای رمضان ما قرار داریم لیلة القدر، به خاطر عزیز که بهتر است از هزار ما عبادتش. پس ما در این عمر کم خود که ما تجربه کردیم، در این سن کال ما رسیدیم، ما یکانه چیزی که زیاد افسوس میکنم همی که وقت تلف کردیم. خوش بودیم که روزها بگذره، اما خبر نداریم. به گفتی شاعر که انا لنفرح بالایام نقطعها و کل یوم مضى نقص من الاجل، ما خوش داریم که روزها را پشت سر میگذرونیم، اما غافل از این که هر روزی که میگذره از اجل ما کم میکنه. دقیقاً. و برعکس چه چیزی شما را بیشتر خوش میسازه؟ چیزی که زیاد خوش میسازه مرا الحمدلله زندگی در سایه قرآن است. میسازم. یکی از علما میگه، سید قطب رحمه الله میگه، زندگی کردن در سایه قرآن لذتی داره که حکایت نمیشه، چون لذت چشیده میشه. پس الحمدلله الحمدلله زمانی که ما قرآن حفظ کردیم، ما قرآن بودیم، این لذتی داره که ما فکر میکنم براسی هم حکایت نمیشه، این باید چشیده شده. دقیقاً. استاد یکی از آرزوهایی که هر مسلمان نزد خود داره ای است که روز باشه که دیدار خانه کعبه شریف نصیب شه و به حج بیت الله شریف برم. بله. شما به آرزویتون رسیدین؟ الحمدلله. ما چندین بار اول که تنها بودیم، با ولده صاحب رفتیم، خونه را هم سفر حج بودیم، همراهی کردیم،
دیگه باز ما سند تجویدم پیش رفتم اجازه شرعی را از مدینه منوره حاصل کردیم الحمدلله چندین بار مشرف شدیم به زیارت بیت الله. تشکر بسیار زیاد استاد محترم. در پایان هم گفتنی شما را می داشته باشیم و در پهلویش اگر کدام چیز باقی مانده باشه که ما باید میپرسیدم ولی نپرسیدم میتونیم. جزاکم الله خیر. در اخیر خب بازم از شما اظهار سپاس و امتنان میکنم از برنامه زیبایتان واقعا ابتکار کردین. چیزی را که میخوایم اول به شما بگویم که شاید فکر میکنم برنامه شما ویژگی شیست که در افغانستان معروف است، میگن افغانستان زنده خوب نداره مرده بد، اما شما همی فرهنگ غلطش که ساندین الحمدلله. در بیرون از افغانستان دیدیم که شخصیت های خود در حیاتش اونها تقدیر کردن از کار کردهش و شما دعای طول عمر میکنیم الله براتون طول عمر نصیب کنه، توفیقات مزید. شما هستین که ما هستیم و ما هم در صدد این موضوع هستیم. زنده باشین. و پیام به دوستای ما میز که فقط اگر شما میخواین که از این مشکلاتی که فلحال ما دامنگیر از اوستیم، تمسکتون به کتاب الله و سنت رسول الله. تمام مشکلات ما میز که ما از خود ما از دین آگاهی نداریم و مسئولیت این دین فکر میکنیم ملا و قاری تنا داره. همه ما مسلمان هستیم، همه ما مسئولیت داریم، باید از دین خود تا حد توان آگاهی داشته باشیم. دقیقاً. تشکر بسیار زیاد استاد قاری امان الله احمدی، مسئول دارالقرآن شیخ القرآن الحاج قاری برکت الله سلیم. تشکر بسیار زیاد کردید. زنده باشید. سلام علیکم. او ډیر زیات مننه دوستانو له تاسو نه هم چې تر دې دمه له موږ سره وی د یک روز زندگی خبرونه وه. هیله ده چې خبرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا چې بیا هم ستاسو چوپړ ته زیرېږو، تاسو په لوی رب سپارم، ښه روزه ولرئ او تر بیا مو الله مزه. تشکر بسیار زیاد استاد.